خب بریم سراغ مثال چهارم از دستگاه مختصات قطب دستگاه مختصات قطبی. فرض کنید یه نقطه پی رو دارید. این نقطه پی در دستگاه مختصات قطبی به شکل رادیکال دو و پی چهارم نمایش داده شده. این نمایش قطبی نقطه پی هست. حالا میخوام ببینم که این در دستگاه مختصات دکارتی به چه شکلی نمایش داده میشه. قبل از اینکه بپردازم به موضوعش میخوام یه سری از مسائل رو با هم دیگه ریویو بکنیم. خب من نقطه چی دارم؟ یه نقطه ای دارم به اسم پی که به شکل آر و تتا در دستگاه مختصات قطبی نشون دادم. بنابراین من یک قطب دارم که با اون نمایشش دادم و یک راستایی رو دارم که در واقع اون راستای من محور قطبی من هست. خب گفتم به اندازه تتا فاصله میگیرم، راستای قرار گرفتن نقطه من مشخص میشه و به اندازه آر اگر روش جدا بکنم این میشه نقطه پی من به مختصات آر و تتا. حالا اتفاقی که میفته این هست که من میام دستگاه مختصات کارتزیان رو هم میام منطبق میکنم بر روی این. یعنی چی؟ یعنی قطب دستگاه قطبیم رو میام منطبق میکنم بر چی؟ بر مبدأ مختصات دستگاه کارتزیان. محور قطبیم رو میام همجهت با محور X در نظر میگیرم و عمود بر اون هم میشه چی؟ راستای محور ایگرگ من. خیلی خوب، این رو هم از این سمت ادامه بدم که در واقع نمایش کاملی رو داشته باشم. خب طبیعتا اگر من از این نقطه خطوطی رو عمود بر محور X و ایگرگ ترسیم بکنم، این فاصله برابر است با X، این فاصله هم برابر است با ایگرگ. بنابراین چی خواهم داشت؟ اولین نکته، اینجا من یک مثلث قائم الزاویه دارم، رابطه فیثاغورس به من میگه که x به توان 2 به علاوه y به توان 2 برابر است با r به توان 2. این اولین نکته ای که بایستی به خاطر بسپاریمش. نکته دوم این هست که کوسینوس زاویه تتا، کوسینوس تتا برابر است با در واقع x تقسیم بر r. این هم به عنوان نکته دوم، یعنی در واقع میتونم بگم که x ما برابر خواهد بود با r ضرب در کوسینوس تتا. به عنوان نکته سوم، سینوس تتا برابر است با ضلع مقابل تقسیم بر r، بنابراین y من هم برابر خواهد بود با r ضرب در سینوس تتا. و به عنوان نکته چهارم، تانژانت این زاویه تتا برابر است با y تقسیم بر x. پس این چهار تا نکته رو همین الان به خاطر میسپاریم. حالا من این رو میتونم به این شکل هم بنویسم که تتای من برابر است با آرک تانژانت در واقع y x. خب با توجه به این چهار تا نکته ای که با هم دیگه ریویو کردیم، بریم مثال خودمون رو حل بکنیم. سولوشن، خب طبیعتا من یک قطب دارم و یک محور قطبی، اینم محور قطبی من، و در واقع به اندازه پی چارم فاصله میگیرم از محور قطبی من، راستای من مشخص میشه و خب تقریبا اگر رادیکال دو رو برابر با 1.4 در نظر بگیرم بتونم بگم که اینجا در واقع 1.4 بشه رادیکال دو و پی چارم. خیلی خوب، حالا کاری که من میخوام بکنم اینه که دستگاه مختصات دکارتیم رو هم بیام منطبق بکنم بر روی دستگاه مختصات قطبیم. اولین کاری که باید انجام بدم این هست که او یا پول یا قطب خودم رو منطبق بکنم با مبدأ مختصات دستگاه کارتزیان یا دکارت. این نکته. نکته دیگه هم اینه که محور ایکس ها رو منطبق بکنم بر محور قطبی من. پس این میشه راستای محور x من و این هم میشه راستای محور متعامد اون، یعنی محور y ها. خب اگر دقت بکنید اینجا x خواهد بود، اینجا هم
ایگرگ و اینجا هم که در واقع رادیکال دو هست. این زاویه هم که چی؟ تتای منه که برابر با پی چهارم هست. خب از نکته دوم به خاطر دارید که ایکس شما برابر است با آر ضرب در کوسینوس تتا. آر شما چیه؟ آر من برابر با رادیکال دوه و تتای من هم برابر است با پی چهارم. آر من برابر است با رادیکال دو ضرب در کوسینوس پی چهارم میشه رادیکال دو ضرب در رادیکال دو دوم برابر است با دو دوم و مساوی با یک. این که تعیین تکلیف ایکس من. ایگرگ من هم برابر شد با چی؟ آر ضرب در سینوس تتا. آر من برابر با رادیکال دو بود ضرب در سینوس پی چهارم مساوی است با رادیکال دو ضرب در رادیکال دو دوم مساوی است با دو دوم و مساوی با یک. یعنی نقطه رادیکال دو و پی چهارم در دستگاه پولار معادل است با نقطه در واقع یک و یک در دستگاه مختصات کارتزیان یا دکارتی و تمام.